درودگان به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس برنامه دیدگاه. در برنامه امروز آقایان قرقزلو و سیاوش اوستا با ما همراه هستند و در همین برنامه هم سال نو رو به هموطنان عزیزمون تبریک میگن. 4 روز دیگه نوروز باستانی از راه میرسه و هم اکنون هموطنان در سراسر جهان سرگرم تدارک و برپایی این عید باستانی آریایی است. امروز سه‌شنبه، چهارشنبه سوری معروف ایرانی هاست و در ایران امروز حوادث بسیاری در رابطه با همین چهارشنبه سوری اتفاق افتاده. افراد در حال پلیس رژیم در حدود 13 نفر رو کشته و 814 نفر مصدوم شدن. البته اینا میگن یه تعدادی به خاطر همین ماجرای آتش و اینا دست و پاشون سوخته و یا بردن بیمارستان رو درگذاشتن، ولی خب رژیم برای اینکه جلوگیری بکنه از برپایی گسترده این روز ملی مردم ایران در روز 13 نفر رو کشت، 814 نفر رو زخمی و مصدوم کرد، تعدادشون الان در بیمارستان هستن. بعد جالبه که هیچ مسئله رو در کشتن و زدن مردم ایران اینا دقیق نمی کنن و از موقعیت ها استفاده می کنن تا هر حرکت ملی سرکوب بشه و خیلی آخونده که اصلا معتقدن که ما عید نوروز و اینا نداریم و مسئله اصلا مربوط به اسلام نیست و از این حرفا. و طالبان هم که میدونیم گفته این عید مجوسی هست و در افغانستان ما نوروز نداریم، ولی مسلمان مردم افغان این روز رو ملی رو برپا میکنن چون آریایی، اونا هم سرزمین آریایی اونجا و نوروز برای افغان ها بسیار اهمیت داره و اونجا هم برپا میکنم. من فریدون مشیری رو شاعر ملیه، در واقع بسیار شاعر بزرگیه و یکی از شعرهایی که درباره نوروز شعرهای بسیار جالبی سروده. من یه شعری ازش امروز میخوام در اینجا انتخاب کردم به مناسبت در حال نزدیک شدن نوروز باستانی از این فریدون مشیری عزیز که دوستان بسیار صمیمی من بود. هفته یک بار در حال در وزارت پست و تلگراف در کنارش بودم، باهاش بودم، همراهی میکردیم، غذا میخوردیم. این مسئله یک شعری داره به عنوان خوش و حال روزگار، خوش و حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی بینی به جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید تهیست. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، 7 رنگت می شود 70 رنگ. شعر بسیار جالب باری اونه و من به شعر خیلی علاقه دارم. هر سال در روزنامه صبح ایران چاپ میکنم، فردا شماره مخصوص و ویژه صبح ایران مثل هر سال منتشر میشه. اگر تصویر روی جلد این مجله رو آقای کارگردانمون نشون بدن به شما که این فردا، یعنی از هم اکنون میتونین
اینو در سایت sobiran.com sobiran.com اینو همه صفحه هاشو ملاحظه کنین و این روی جلد صبح ایران فرداست که ما هر سال به مناسبت نوروز منتشر میکنیم و بسیار نشریه جالبی است و قابل شمایی که در نقاط مختلف جهان هستیم به این نشریه به این شماره ویژه دسترسی ندارین میتونیم sobiran.com این را تمام صفحاتش هم اکنون اونجاست میتونین ملاحظه کنین بخونین و از مطالبش هم میشه استفاده کنین همه چی توش هست. بله امروز روز 24 اسفند سال روز ولادت رضا شاه کبیر. رضا شاه مرد ایران ساز که هرگز ایرانی ها خدماتش رو البته ایرانی ها رو میان پره از اون چپ و چوله ها و اینا رو کاری نداریم که هنوزم میبینم به او توهی میکنن و همین امروز یه پاسخ دندانشکنی در فیسبوک به یک مردکی دادم که به رضا شاه توهی کرد، ولی مرد بزرگ تاریخ ایران، سازنده ایران و مملکت ما رو از یک شرایط سخت دوران قاجار وارد تمدن کرد، تلاش کرد ایرانی ها رو به فرس خارج، بهشون گفت درس بخونین در فرانسه مطالعه کنین و اون آموخته های خودتون رو بیارین در سرزمین خودتون پیاده کنین، دانشگاه ایران رو با تمام امکاناتی که وجود دار به دکتر حسابی گفت هر چقدر میخوای زمین میخوای پول میخوای اینا این دانشگاه رو سریع باید بسازیم. به این یادگار این مرد هنوز پابرجاست در خیابان شاهرضای تهران و دانشجوهای زیادی هر سال در اونجا درس میخورن و یک جوکی هم ایرانی هم میگن که میگن رضا شاه شما که میگین سواد نداشت ولی این دانشگاه رو او ساخت برای ایرانی ها. در حال روان شاد باد و سال روز تولدش مبارک بود. بله امروزم علاوه بر اینکه در نقاط مختلف جهان ایرانی ها چهارشنبه سوری رو برپا میکنن، در همین شهر لس آنجلس هم در کنار دریا مراسم مختلف چهارشنبه سوری برپا میشه و گروه های بسیاری از ایرانیان در سواحل شهر لس آنجلس مراسم نوروزی برپا میکنه. البته جای تأسفه که در این روزهایی که ما باید شادی کنیم یک مشکل بزرگ هم در نزدیکی های ایران از کشور اوکراینه که به هر حال این سرزمین مترقی و پیشرفته رو و این آقای پوتین که به هر حال از دوران استالین اون اندیشه های مربوط به این اکثر رضا شاه دیگه برداریم از صفحه، این یکی از بازمانده های دوران استالین این کشور رو به راستی ویران کرد. هر وقت آدم نگاه میکنه این CNN و این مراسم مستقیمی که میفرستن یک در حال بله این کشوری که مترقی بود، کشوری که این زلنسکی این رو واقعا مدرن ساخت، امروزا 2.5 میلیون نفر مردم رو آواره کرده، خونه هاشو بمب انداختن و همه مردم رو کشتن، دو تا بیمارستان بچه ها و بیمارستان به حال معمولی رو بمباران کردن و بیماران رو کشتن، بچه های مردم رو اونجا کشتن. که چی اصلا این پوتین مغزش باید مثلا میگن سرطان مغزی هم داره، گرفتاری مغزی داره و الا هیچ وقت یک ملتی رو به خاطر اینکه ممکنه مثلا خطرناک باشه، خطر آفرین باشه اوکراین برای روسیه، به این شکل
اونجا رو ویران نمیکنن. عکس ها و فیلم ها و ویدیو ها که اینا رو که من میبینم به راستی اصلا متشنج میشم. چجوری میشه یه انسانی خونه های مردم رو ویران بکنه و اون مردمی که کشورشون رو ساختن با سختی مشقت با هر در حال شرایطی بود یه کشور مدرن و مترقی اونجا ایجاد کردن، همه اینا رو دست بچه هاشون رو بگیرن، دست پیر مردها رو بگیرن، دست از کشور خارج میکنن، بگن برین نمیدونم لهستان، برین رومانی، برین جای دردناکه که در یک چنین شرایطی انسان اگه آدم باشه هرگز همچی کاری رو بلایی رو سر یه ملتی نمیاره. هر نوع گرفتاری مسئله رو میشه با مذاکره نشست پشت میز فشار سیاسی آورد، گفتگو کرد، در سران جلوش گره. روسیه رو هم داغون کرده، یعنی این تحریم های گسترده به بزرگی که امریکا کرده روی روسیه الان مردم واقعا اونجا گرفتارن، بانک ها پول ندارن پول مردم بدن. و بعد حالا این همه تحریم های شدیدی که امریکا انجام داده، این هم اومده امروز اعلام کرده که ما هم تحریم میکنیم، امریکا مقاماتشون نمیتونن بیان روسیه. حالا مثل که همه پشت در خوابیدن، میخواد تو رو خدا التماس بکنم ما میخواد بیان روسیه بازدید کنیم. این بازی های تئاتر از یک مغز متحجر و یک از مغز فردی که واقعا میگم از دوران استالین عبور کرده این آدم و در آدم کشی ها و عضو KGB بوده در همون آلمان شرقی رو دورانی که در اختیار روسیه بود، اونجا مدیر بخش KGB آلمان شرقی بود، در برلین فعالیت میکرد. به همین دلیل روزی که این اقدام رو کرده در اوکراین 500 هزار نفر مردم برلین که یاد کسافتکاری های این پوتین بودن در اون برلین دوران KGBش تظاهرات کردن علیه او. مردم خود روسیه الان عصبانی هن، ناراحت هن. هزاران نفر رو گرفتن به خاطر اینکه اعتراض کردن. ولی با این حال افرادی که در تلویزیون حتی روسیه کار میکنن عکسایی میارن نشون میدن که ما با جنگ مخالفیم، تصاویری در این رابطه نشون میدن جلوی تلویزیون یک باره. خب فکر اینه بیرونش رو ممکنه بکنن، دردسر براشون درست کنن، ولی مردم روسیه هم این جنگ فضاحتبار پوتین رو قبول ندارن. الان رهبران سه کشور رومانی و لهستان و بلغارستان موسیقی اومدن در اوکراین با آقای زلنسکی بشینن صحبت بکنن یه راه حلی برای پایانگیری این جنگ انجام بدن، چون پوتین هم انقدر دوتا جنرال برجستش کشته شدن، هزاران سرباز روسیه در این جنگ کشته شدن، چون مردم اوکراین با جان و دل مبارزه میکردن. وسایل نظامی که کشورهای مختلف در اختیارش بودن، مخصوصا هواپیماهایی که روسی بوده و در اختیار آلمان بوده، آلمان ها دادن به زلنسکی و اینا بمباران میکردن. عده زیادی از این سربازانی که در تانک ها نشسته بودن و میامدن، یکی مأمور پرتاب موشک بود، یکی راننده، اینا همه کشته شدن. ولی خب اون چیزی رو که امروز نشون میدن به دنیا و تلویزیون های همین امریکا نشون میده که واقعا با این ملت چه کرده. موشک پرتاب میکنی به یه ساختمونی که مردم درش زندگی میکنن، خب میگه چی؟ این مخالفت با زلنسکی نیست، این مخالفت با عدم امنیتی که برای روسیه ایجاد کرده. دردی رو این کار دوا نمیکنه جز این که نشون میده در این مغز کثافته. انسان نیست این مردک، یک بیمار روانیه که همه دنیا الان علیهشن، همه بهش دشنام میده. و به هر حال یک امیدی الان پیدا شده که چون قرار بود که کیف هم بیاد همش رو بگیره و تمام اونجا، ولی میبینه امکانات نداره، تمام وسایل نظامیش پایین اومده، رفته الان یقه چین رو گرفته که بهش پول بده، بهش نمیدونم اسلحه بده بتونه اونجا همچنان بجنگه. خب چین هم یک کشور تجاریه،
اگر بخواد بره از علیه اوکراینیا و به نفع پوتین اقدامی بکنه، خب مردم دنیا بایکوتش میکنن و جنسا رو نمیخرن و هم دچار دردسر بزرگ میشه. میدونم الان در این زمینه مونده، امریکایی هم به رهبر چین هشدار دادن که اگر بخوای بری کمک مالی بکنی و رعایت تحریم های ما رو نکنی، خب خودت هم دچار دردسرهای تازه میشی. امیدوارم یک به هر حال امروز دیدم تو خبرها یک نشانه هایی هست که ممکنه دیگه نتونه کیف رو بگیره و همونجا متوقف بشن و این رهبران سه کشوری که اومدن اونجا برن با روسیه و بشینن در حال یک راه حلی پیدا کنن که به این جنگ پایان داده بشه. امروز هم آقای زلنسکی اعلام کرده که من عضو، یعنی رومانی عضو ناتو نمیشه. قصد کردم این مسئله رو میشود باش بشنن مذاکره کنن، صحبت بکنن، بگن جنگ میشه، این خسارت داره، این گرفتاری ها برای شما داره، ویران میشه. اون هم میگه من همین این حرفی که الان امروز زده اون موقع میزد و میگه ما عضو ناتو نمیشیم، خیالتون راحت بشه. خب این آرزوی بود، به دل پوتین بود که این اوکراینی که با غربی ها سازش کرده، نیروهای امریکایی اونجا بودن، سلاحای امریکایی و اروپایی در اونجا به وفور وجود داشته، این دلنگران این بوده که مبادا مثلا از اونجا کشورهای ناتو حمله بکنن به روسیه. در حالی که همچین قصدی هیچ کسی نداشت و اینا نمیخواستن چنین حمله ای بکنن، ولی یه کار بسیار خطرناکی بود که امریکایی‌ها با درایت و اروپایی‌ها با درایت اینو هندل کردن، به خاطر اینکه اگر این جنگ ادامه پیدا میکرد و اونا میامدن انتقامی کار میکردن، خب به کار به سلاح اتمی میشد و جنگ جهانی سوم و این مسائل رو این کشورهای غربی مراعات کردن، رعایت کردن تا یه کشتار بیامان و گسترده ای در سراسر جهان به وجود نیاد در زمینه این اوکراین. و امیدوارم که این مذاکراتی که قراره سومین بار سه تا از رهبران کشورها اومدن بشینن برن با از با اوکراین با زلنسکی صحبت کردن، برن به مسکو بشینن با پوتین هم صحبت بکنن و این مسئله رو به یه شکل خداپسندانه‌ای پایان بدن. بله آقای لطفاً حالا بگیرین این آقای دکتر قرقزوی ما رو باشون صحبت کنیم. بعد آقای عباسی هم کار ایشون تموم شد، با سیاوش اوستا صحبت کنیم. بله این داستان اوکراین بود، ولی این اوکراین و ماجرای روسیه در رابطه ایران خیلی این آخونده مردم ایران رو واقعا دیگه به حساب نمیارن، مملکت رو فروختن. یعنی این یارو سفیر روسیه در تهران اصلا کارگردان رسانه ها شده، به مردم توصیه میکنه این کار رو بکنین، نگین این جنگ، این حمله نظامیه، بگین هم دفاعیه. به رسانه ها میگه چجوری بنویسین، چی بنویسین. از اما نمیدونم این مملکت به چه روزگاری انداختن که این مردی که چرقوز خیال کرده صاحب ایرانه، نشسته اونجا و دستور میده چیکار بکنی چیکار نکنی. هیچ کدوم از این رهبران رژیم این داستان مرگ و میر فاجعه بار رو در اوکراین حمایت نکردن. بنابراین این مسئله خیلی جالبه که فقط یه نظر دیدم این خاتمی این ماجرای حمله نظامی روسیه رو تقویض کرد. البته اون چون شنا گذرنامه انگلیسی داره، تبعیه انگلیسه، به خاطر لاغوت سفارش انگلیسا بود. تنها آدمی در ایران که این کار کرده خاتمیه. گفتن که آقای سیاوش، آقای قرقزور خطن. درود بر شما آقای دکتر قرقزور. الو. درود فراوان بر جناب شرفشاهی و بینندگان گرامی در سراسر عالم. بسیار ممنون از شما.
و در حال هفته آخر سال در حال کهنه است و سال 1401 روز شنبه از راه میرسه و امیدواریم که قالبت شنیدم از وضع وخیم برگزاری مراسم نوروزی توسط مردم در داخل ایران. به من تلفنی گفتن که حتی مردم میرن یه پرتقال میخرن، یه سیب میخرن، یه میوه میخرن، پول ندارن که بتونن این مراسم رو اونطور مثل همیشه مثل دوران پادشاهی در ایران به طور گسترده و اون شور و غوغا برپا بکنن. و در حال امسال هم که بدبختانه این جاده چالوس ویران شده، جاده اصلا نمیشه دیگه مردم برن برای تفریحات نوروزی، لابد از اون راه دیگه به بابلسر و اینا میرن. شما قربان خوبین، همه چیز مرتبه و خبرهایی که برای ما داریم مطلب بله بله جمعه کسی این جنگ نابهنگام که یک کشور آباد روسیه داره این گونه ویران میکنه، ناجوان مردانه به مدارس، به بیمارستان ها، به خانه های مردم بیپناه هم میکنه، دل هر انسانی رو به درد میاره. امیدواریم همونطور که خود شما هم اشاره فرمودید این دیکتاتور به سر ابر بیاید و بیش از این دست به ویرانی یک کشور پیشرفته این چنین ناجوان مردانه نزند. و دنیا در مقابلش خوب ایستاده است، ولی قفلت های قطعی قد باعث گستاخی این دیکتاتور شد. و حالا میبینیم همانطور که در سوریه، در چچن و بسیاری نقاط جنایت کرد و کسی اعتراضی به او نکرد، حالا در قلب اروپا دارد با آتش بازی میکند. و این خطر هست که ادامه این گستاخی این دیکتاتور خدای نخواسته جامعه جهانی را گرفتار یک معضل بزرگ و اساسی بکند و یک جنگ مکتش جهانی نیز در بگیرد. ولی امیدواریم چنین نشود و با درایت و دوراندیشی رهبران جهان به ویژه جهان آزاد این دیکتاتور به سر جای خودش بنشیند. ولی به طور قطعی یعنی این جناب شرفشاهی نیز هم نتیجه گرفت که پوتین با این اقدام خود آینده روشنی دیگر در روسیه نخواهد داشت. و اگر هم حتی موفق به توفیق در گرفتن اوکراین بشود، روز به روز آفتاب و قدرتش رو به افول خواهد. بله مسلم این برحال الان در واقع ایرانی ها جا زده، ولی که این همه کشتار دو تا جنرال برجسته روسیه، این همه سربازان روسیه کشته شدن، اینا خانواده دارن در داخل خود روسیه، بنابراین اینا هم مخالفای این پوتین میشن. برای که چه دلیلی داره اینا رو برای شوردی اونجا کشتن دادی، ما رو در حال زندگی همون و خانواده ها رو همه رو به هم ریختی فرج کردی؟ یکی دوتا نیست که، چند هزار نفر از سربازان روسی کشته شدن، در کنارش هست کردن دو تا جنرال برجسته. و امیدواریم حالا این همه هم اکنون رهبران چک و لهستان و اسلواکی در این اوکراین در کیف هستن، دارن با آقای زلنسکی صحبت میکنن که راه حل پایانگیری این جنگ رو برسن بهش که به چه شکلی و چه تعهداتی آقای زلنسکی به پوتین بده که این جنگ پایان بگیره و سربازهای روسی برگردن به خانواده هاشون. ولی شما آقای قرقوزو دیدین با چه روش بسیار سبانه و وحشیگری خونه های مردم و ساختمان های مردم رو ویران کردن و مردم رو کشتن. این مثلا آدم نمیتونه باور کنه که تو با یه رهبر یه کشوری مخالفی، یه راه حلی پیدا کن، راه حل سیاسی پیدا کن، با امریکایی‌ها صحبت بکن و چی بگو ما اینجا جنگ بشه اینجوری میشه و در حال ما این خسارت ها وارد بشه، نباید بیای بشینی خونه های مردم، ساختمون های مردم، این همه
کشوری رو که با این خون و دل مردمش ساختن چقدر مدرن بود، چقدر پیشرفته بود، خب اینا ویران کردی، مردم آگاه خب واسدن، مردم واقعا واسدن، با کوکتل مولوتوف جلو تانگا خیلی زحمت کشیدن تا اینا نتونستن اون موفقیتی که میخواستن، قرار بود مثلا روز 18 هم دیگه کار تموم شه، امروز 20 خبری نیست، هنوز کیف سر جاشه و اونا همه اونجا هستن و با آماده حتی یک جنگی که بی امان باشه و خسارت زیادی به سربازهای روسی بزنه و اینا به این راحتی کیف رو نمیدن و اونجا خیلی مسائل مختلفی از نظر نظامی تدارک دیدن که جنگ شدیدی اونجا خواهد بود که اثراتش به خود روسیه بیشتر میشه. بله میزبان رو دید. بله جناب شرفیتون در زمین بسیار روسیه ضعیف عمل کرده و متوقف شده، حالا همون کاری که در سوریه کرد، شهر حلب رو با خاک یکسان کرد برای آنکه بتواند فشار اسد جنایتکار رو در سوریه حفظ کند، از پایگاه‌های جمهوری اسلامی، از همدان، از پایگاه شاهرخی سابق استفاده کرد، در سوریه رو با خاک یکسان کرد که اسد بماند و حالا هم دارد دیوانگی میکند، مدارس رو بمباران میکند، مراکز بیماران سالمند رو ویران میکند. این یک جنایتکار جنگی است و جامعه جهانی باید در مقابلش بایستد و امیدواریم این ملت قهرمان که تا به امروز پوتین رو متوقف کرده بود که فکر میکرد ماجرای افغانستان هم در اوکراین تکرار خواهد شد و رئیس جمهوری تا نیروهای روسیه به اونجا برسند محل رو ترک خواهد کرد و درها رو به روی نیروهای روسیه خواهند گشود، حال بیچاره نه راه پیش در گلو دارد و نه راه پس و آینده پوتین و عوان انصار از جناب شرفشاهی آینده روشنی نیست و این مایه خوشحالی باید باشد برای جهانیان و جلوگیری کنند از جنایاتی که این روزها دارد با مردم بیدفاع این گونه تون رو میدونی زلنسکی گفت من میمانم برای مملکتم، برای میهنم میجنگم، بنابراین حاضر نشد امریکایی بهش گفت بیاریم به بیرون، گفت نه من میمونم برای میهنم میجنگم و تا این لحظه هم سر پا واستاده و واقعا داره میجنگه و این یک واقعا پندیست ارزندی برای مردم ایران که باید پند آموزی کنن از این میهن پرستی مردم جوانای حتی اوکراین که چگونه برای نگهداری کشورشون موندن، جنگیدن، با کوکتل مولوتوف جنگیدن. اینو درسی خودش برای ایرانیا که همینطور ساکت و صامت نشستن هر بلایی سرشون میارن و بیاد سفیر روسیه در تهران بیاد به مردم هشدار بده این کارو بکنین، اینو بگین، اونو نگین، رسانه ها شما باید اینجوری رو بنویسین، اینجوری ننویسین، معلومه که صاحب مملکت شدن. این راه روش اصلا خیلی وحشتناکه و هیچ کدومشون هم نیومدن حمایت بکنن از مردم اوکراین، گفتن این امریکایی ها دوباره همین یه دکیه چیزی بلد، این آسدالی میگه امریکایی ها چیز دیگه ای نداره بگه و به جای اینکه تقبیح بکنه یک چنین اقدام وحشیانه از اون حمایت کرده. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر قرقزوی عزیز، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم و به هر حال تلفن من هم نمیذاره. بله سپاس جناب شرفشاهی و تبریک نوروزی به خدمت جنابعالی و هممیهنان گرامی و امیدواریم که امسال سال آزادی ایران باشد، سال پیروزی این ملت بزرگ باشد بر جهل و تاریکی و استبداد و ظلم و ناجوانمردی و برای ملت بزرگ اوکراین هم همگی دعا میکنیم جناب شرفشاهی که درس قهرمانی و رشادت به همه ما دادن که امیدواریم این برای همه ما، برای نجات ایران هم مد نظر باشد و ما
محسر واقع شدن. بسیار ممنون از شما، شب و روزتون خوش، عیدتون مبارک. درود بر شما. بله، بریم با آقای سیاوش اوستا هم گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم. آقای اوستا در حال و تصویرشون رو من هنوز نمیبینم روی صفحه تلویزیون و به هر حال این ماجرای نوروز رو امسالم ایرانی ها با تمام مشکلاتش مسائلش در حال اونجا دارن در سرزمین نوروز دارن برگزار میکنن و گفتم که این افغان ها این طالبان ها که رفتن اونجا اعلان کردن که ما نمیذاریم ما مراسم نوروز ورود نداریم این مال مجوسی هاست مال نمیدونم افراد نجس و از این مزخرفات در حالی که افغانستان یک سرزمین آریاییه چی شد آقای سیاوش اوستا کجا شد من چه بکنیم آقای کارگردان نمیتونیشونی بیرد بله بله میگن که یک مقداری صبر کنین ما اما 4 دقیقه 5 دقیقه وقت داریم به ادامه این برنامه و به هر حال یک مبارزه ای هست این جمهوری اسلامی داره میکنه به خاطر اینکه مثلا امریکایی‌ها رو باید ناراحت کنه چند تا سپاه پاسداران از کرمانشاه فرستاد موشکایی رو که اربیل عراق رو به مقدار زیادی خسارت وارد کردن سفیر جمهوری اسلامی رو نخست وزیر عراق خواست بهش اعتراض کرد که برای چی شما موشک به کشور ما میکنین اون مسائل مذهبی ها و مقتدی صدر هم گفتن کردستان یک تیکه برجسته ای از خاک عراق و ما این اقدامات رو تحمل نمی کنیم کارهای وحشیانه ضد بشری خب موقعی که کسی از پوتین حمایت میکنه باید یه مقداری هم مخش مطابق همون زخمی شده باشه و گرفتاری های پیدا شده باشه که دست به یک چنین اقدامی بزنه آدم هایی میاد بشینه سپاه پاسداران البته تروریستی این گروه کارش همینه بیاد از کرمانشاه موشک چند تا پرت کنه خاک عراق و اربیل رو خسارت زیاد و فراوانی وارد بکنه بهش بعد این نشد مثل که ما با آقای سیاوش اوستا گپ و گفتی داشته باشیم امیدواریم که بعدا ایشون رو پیدا بکنن برای نوروز یک تبریکی ازشون چه وقت نداره من صده بعد این 3 دقیقه مونده میگن تحمل کنین الان بس میشید به هر حال این بله اومدن بله درود بر شما آقای عصرتون بخیر چه مشکلی هست که اینقدر به سختی میگیرن شما رو صداتون رو بشنبیم درود بر شما شادباش میگم جشن چهارشنبه سوری رو به شما و بینندگان گرامی و به های شهرتی و همه یارانی که ما رو همه جا میبینن به برادر مهندس امیر شجره حالتون چطور های شرف شدی؟ بله من این شما پیام نوروزیتون رو جداگانه ضبط میکنن برای نوروز پخش میکنن ولی شنیدم طالبان گفته در اون سرزمین آریایی نمیشه نوروز برپا کنین این جشن ما نیست و ما یک چنین جشن اینجا نداریم در این زمینه شما چه خبری دید؟ بله طالبان که میدونید اینها همون سادات تازی هستن آقای شرفشاهی که سادات تازی ما 2 تا سند مدت هاست منتشر کردیم که از سوره روم در قرآن گرفته تا قبل از اون بنی هاشم جد 4 محمد که با روم قرارداد میبنده که قدرت میگیره اینها هدفشون اضمحلال و نابودی ایران بود چون نوروزم نزدیک هست من به آگاهی شما برسونم که نوروز از زمان ایلامیان یعنی دقیقا از 7700 8000 سال پیش در سرزمین ایرانویچ
که الان تقریبا الان که من با شما صحبت میکنم حدود 40 کشور رو شامل میشه، نوروز رو ما جشن میگرفتیم و شبه جزیره عربی شوربختانه صحراگردانی که نه آب داشتن. و این رو من نمیگم آقای شرفشاهی، شما نمیدونم میدونید یا نه، چون طالبان چنین کارهایی میکنه، میخوام اینو امشب بگم، امروز بگم. به شما عرض بکنم که طالبان و خود جمهوری اسلامی که اکثر روحانیت تا بکنون بارها اعلام کردن که نوروز جشن اونا نیست، این جشن اسلام نیست. بخوام اینو بگم که فردوسی ما، فردوسی دیگه، ما فردوسی میگه ز شاش شتر خوردن، شیر غلطه آقای شرفشی، چون شیر شتر که اب نداره. ز شاش شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار الاخر. حالا طالبان، آقای شرفشاه، یه فیلمی هست حتما شما دیدید، من وقتی ندیدم گریم گرفت، با یکی از رهبران افغانستانم امروز صبح من صحبت میکردم، رهبران پنجشیر، دوتا با هم پای تلفن گریه کردیم که در قندهار که مرکز و برخواستگاه همین طالبان است، تازی اندیش صحراگرد ضد آریایی ضد ایرانی، اینها یه بازاری دارن تو قندهار و هلمند، یه بازاری دارن های شرفشاهی، تو بازار همین الان بچه های مردم رو میفروشن، بچه ها رو قنداق میکنن، لباس قرمز و خوشگل هم ترشون میکنن. بعد همین سیدای طالبان، چون اینا هم سیدن، اینا اکثر آخونزاده رئیسشونه، اینا همشون از یک تبار هستن، اینها بچه ها رو اونجا میفروشن. ایران و افغانستان که سرزمین زمینای اسلامی رو نابود کردن، نوروز جشن طبیعته. ولی از اون طرف من باگاه شما برسونم جناب شرفشاهی عزیزم، اون این که همین امشب من داشتم پیش از این که با شما وصل بشیم، داشتم جشن نوروز رو در استکهلم میدیدم. در استکهلم ما دو تا وزیر داریم، دو تا وزیر ایرانی هستن و در استکهلم جشن گرفتن چندین هزار نفر و عزیزانی از امریکا، افغانستان، تاجیکستان اونجا. اگر به خاطر داشته باشید، سه هفته پیشم که با هم گفتگو میکردیم در محضر شما من عرض کردم که واشنگتن انجمن شهرش تصویب کرد که نوروز یک جشن جهانی است. یونسکو چند ساله که ما از پاریس خیلی قدیمیه تصویب کردیم در یونسکو نوروز جشن جهانی. من بچه ها همه میدونن، همه بچه هایی که اونجا هستن اومدن از اینجا، من از سال 1983 جشن نوروز رو به عنوان یه جشن جهانی، زمانی که ژاک شیراک شهردار پاریس بود، در برابر برج ایفل به من رایگان میداد، همه کمپانی ها باید چند میلیون کرایه بدن، ما رایگان میگرفتیم جشن نوروز میذاشتیم در جنگل بولون، بعدا در سالن های بزرگ. و هم اکنون که من با شما صحبت میکنم، از چهارشنبه سوری که شروع شده، شما بگیرید تا 13 بدر، خواهید دید که ده ها نه صد ها جشن نوروز برگزار میشه. من الان به شما یه خبر دیگه میدم، از پس فردا شاهدش هستید، تمام ایران از همین امشب در جشن و سرور و شادی، آتش بازی، موزیک زنده توی خیابون‌ها، موزیک زنده جلو مغازه‌ها هست و خواهد بود تا 13 به در تموم بشه. یعنی جناب شرفشاهی، این حرامزاده های تازی اندیش ضد آریایی ضد ایرانی، اگر در شهری، استانی، کشوری ممنوعگان، در جهان جشن گرفته میشه، در تاجیکستان با چه شوکتی و در همین افغانستان زیر رگبار گلوله ها و قتل و کشتار. من امروز چون به من گفتن، من به شما بگم، میدونید اینا کابل دستشونه و قندهار، بقیه دست خیلی از شهرهای دیگه همچنان دست قهرمانان آریایی ایرانی است که دارن میجنگن. و بعد این طالبان الان کماندوهای درست کردن، شبا میرن تو خونه های آریایی ها، ایرانی ها، میریزن تاجیک و هزاره و اینا رو سر میبرن میکشن. ولی با همه اینها، اینا دارن نوروز رو برگزار میکنن. آقای شرفشاهی، خواهید دید که در افغانستان، سرزمین آریانا، خود اینا میگن، بگین آریانا، میگن ما آریانا هستیم، افغان آریانا، اینجا نوروز رو جشن گرفته و میگیرن و ببخش من اینجا این آها خواهند گرفت جشن نوروز رو به کوری چشم این پلیدانی که فقط جایگاه های رو تصرف کردن که تمدن کهن آریایی رو از بین ببرن. بله، بسیار ممنون از شما. در حال
سال خوبی داشته باشین و امیدوارم اول همه با سلامتی ما شما را همیشه اینجا داشته باشیم. خیلی متشکرم وقتتون رو در این برنامه به ما دادین و امیدوارم که چون نوروز هست، نوروز رو بایستی با شعر و ترانه و رقص و پایکوبی شروع کرد و تموم کرد. بهتون بگم که یک بار دیگر نسیم نوروز وزید دلها و هوای روز نو باز تپید. آقای شرفشاهی، نوروز خوش است و جشن نوروز خوش است، اما در خاک وطن نه در دیار غربت. این شعر مال قدیمه. الان غربت، الان جهان نوروز رو جشن میگیره. تمام کشورهای جهان، ایرانیا هستن اونجا، پرقدرت هم هستن و نوروز رو جشن میگیرن با شکوه، همچنان که در هنگامه جمشید جم. میدونید که آقای شرفشاهی، چون دو دقیقه وقت داریم، اینو من به شما بگم خیلی مهمه. قبلا 4 نوروز در سال ما داشتیم، یعنی اول فروردین، اول هر فصلی جشن نوروز بود. اول فصل بهار با فروردین، اول تیر ماه فصل دیگر، اول مهر ماه که الان با مهرگان و اینا جشن میگیم، و اول دی ماه. جمشید شاه که اومد، جمشید شاه اومد همه این جشن ها رو جمع کرد و در یه سال کرد، گفت اول فروردین این 4 یه سال بشه. برای همین میگن رستم 400 سال عمر کرد، اون یکی دیگه 300 سال، اینا اون 4 یه سال بود. حالا این جشن جهان است و جهان جشن میگیره و شاد باشیم به شادی جهان آریایی که پیروز میشه. آریا هم آقای شرفشاهی بگم بایستی بگیم، من با رهبران یهودی صحبت کردم، اونها کاملا موافقن. ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم. آریا فقط سادات تازی باش مخالفن، چون تمدن 7700 ساله داره، ربطی به نژاد نداره، نژاد وجود نداره در این زمانه. آریایی یعنی ایرانی، ایرامی، این تلفظش فرق کرده. و الان بسیاری از یهودیان اسم بچه هاشون آریا و آریان هست. ما آریایی هستیم، تازی نمیپسیم. تازیان هستن که کاراشون رو به حساب دیگران میذارن. بله، میدونیم شما که این چند تا آخوند عراقی ما در ایران داریم که الان صاحب قدرت هم. یکی رمی رئیس جمهوره، یکی اون علم الهداست. این مردک هر چند روزی یه بار این مسئله رو هی به رسانه ها و اینا پخش میکنه که ما ایران نداریم، اینجا همه این سرزمین متعلق به عراق و عربا. بنابراین خیال میکنه. البته میدونم مردم در این زمین ها متاسفانه میبینم ساکتن، اظهار نظری تو سایت ها و اینترنتی و اینا من نمیبینم که تو دهن این بزنن به این مردی که کسافت که در سرزمینی داره نون میخوره، اونجا رو اومدن اشغال کردن، مملکت ما رو به این روز انداختن، بازم دست بردار نیستن، میگن اینجا مال عراق، از اونجا اومده. خب یه فاحشه‌خونه هم که اونجا درست کرده، عراقی‌ها رو برمی‌داره میاره اونجا و پولاشون رو میگیرن. و میگن خب یه آخوندی که میگه من نماز جمعه برگزار میکنم، تو فاحشه‌خونه چرا رهبری میکنی؟ اینا بعد میاد اعلام میکنه که ایران مال عراق، مال عرباست، همه ایران مال. دیدم که پریروز بچه ها برشتر این رو تو فیسبوک هم گذاشتن و خیلی آدم واقعا ناراحت میشه که در سرزمین ما اینجور آدم ها در حال فعالا حضور دارن و از مملکتی که دارن استفاده میکنن قدرشو ندارن. آقای شرفشاهی، در تایید فرمایشات چون من اینو بهتون بگم، اولا 2 عراقی نیستن بر ایران، بلا استثناء تمام رهبران جمهوری اسلامی عراقی زادن، معاونین عراقی هن. خانواده لاریجانی، شخص خامنه ای باباش عراق زاییده شده و نقدی الان فرمانده سپاه و بسیج، این نقدی عراقیه. صدام حسین به عنوان معاون فرستادش ایران، به عنوان جاسوس اول انقلاب دستگیر شد، من ایران بودم، زندانی شد، الان شده فرمانده یا رو اصلا بحثیه، از این ما زیاد داریم. ولی این رو شما به خاطر بسپارید. 2 1. عراق، آقای خود عراق، آقای شرفشاهی رو یادداشت کنین بی زحمت، این خیلی مهمه. عراق یعنی ایرانک، خود عراق مال ایران بودی، تازیا رفتن اونجا رو گرفتن. بغداد و نینوا و انبار همه شهرها ایرانی است. پایتخت ما در بغداد و تیسفون بوده، یکی از این. بعدم جناب شرفشاهی عزیز،
برعکس من میخوام سپاسگزار ملت ایران و نسل جوان باشم. دنیای آریایی ایرانی فقط فیسبوک نیست، الان در اینستاگرام، در یوتیوب، در تیک تاک میلیون ها آقای شرفشه چند تا میلیون ها. پریروز پسر من میگفت بابا این رو 22 میلیارد نفر دیدن، ما میگن 7 میلیاردیم که روی زمین. گفتم بابا این دیدنه، یعنی یک نفر امکان داره 5 بار دیده. روی رسانه های دیگه مجازی اینقدر فعال هستن. همه امروز شما برید یادروز رضا شاه به عنوان روز پدر رو که ما از 40 سال پیش تو تقویم های آریایی آوردیم، شما ببینید امروز همه بلا استثناء به عنوان روز پدر تبریک گفتن، شادباش گفتن. الان جایگاه گسترده تر آقای شرفشاهی از فیسبوک، این چیزای دیگه است مثل تیک تاک، مثل اینستاگرام که اینها میلیونی میبیننش جناب شرفشاهی، و مردم روشنن و مردم اونجا فعالن و خواهید دید من اینجا شما اینجا از فردا تا 13 نوروز ببینید چه شورشی در ایران ایرانی ها بیافرینن در جشن نوروز به کوری چشم این اعلم الهدای حرامزاده و دیگر اعراب حاکم بر ایران. بله آقای عویسا، این آقای مکرون در زمینه مسائل اوکراین خیلی فعال بوده، الان در فرانسه نمیدونم، البته انتخاباتی اون نزدیک دوباره خودشو کاندیدا کرده که بار دیگه رئیس جمهور بشه اینا، ولی در زمینه اوکراین آیا اظهار نظر جدیدی کردن که این صلح به زودی برقرار میشه؟ چون همه بحثا خبرهایی که در آخرین لحظه دیدم این است که چند کشور اومدن و واسطه شدن که این ماجرا رو پایان بدن و کیف سقوط نکنه و نیروهای روسیه برن بیرون، اونم قول داده که من دیگه عضو ناتو نمیشم و همین را بود به خاطر این کلمه باید یه سرزمین رو داغون کرد از بین برد وحشیانه. حالا فرانسه چه نقش تازه‌ای در این زمینه‌ها داره؟ بحث خیلی مهمه جناب شرفی که توی یکی دو دقیقه که میده نمیشه گفت، ولی کلی من بهتون به اطلاعاتون برسونم. اون نخست این که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور بعدی فرانسه است، یعنی 20 روز دیگه به دور دوم کشیده میشه ولی انتخاب میشه، چون بین این 12 نفری که هست فرانسوی ها به ایشون بیشتر اعتماد دارن. یک دو، مکرون آقای شرفشاهی تنها کسی است که تنها رهبر جهانی است که از روز اول اصلا قبل از اینکه این حمله بکنه آقای پوتین به اونجا، ایشون ارتباط داره تقریبا هر روز باهاش تلفنی صحبت میکنه. اما من اینو با آگاهی شما برسونم، هدف از و پوتین هم قاطع میگه، میگه ما میزنیم میگیریم، برنامه‌اشو به مکرون میگه. مثلا پریروز به مکرون گفت که بهش زنگ زده بود، گفت به هر حال من بهت بگم این برنامه امروز ما هست، ما میزنیم 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 میریم جلو. آقای شرفشاهی، شوربختانه جنگ آفرینان جهانی که این جنگ را آفریدن و پوتین هم آدم ابلهی نیست، این یادتون نره، یا آدم احمقی که نیست، یک قدرت دوم جهانه. اینها این شوربختانه توطئه بسیار وسیع و گسترده است در سطح جهان، شوربختانه برای اینکه مظلوم کشی بشه. باز من امروز گریه میکردم وقتی دیدم یه زن حامله اوکراینی بنده خدا کشته شده تو این کارها. مکرون داره کار خودش رو میکنه، ولی شوربختانه اونجا جنرال های روسیه، چون شخص پوتین هم تنها مطرح نیست آقای شرفی، بدونید همیشه من میدونید که بادلبت که رقیب انتخاباتی ایشون بود، رفیق بودم با هم، دعوتش کردم اینجا، تو با هلیکوپترش زدن کشتن در انتخابات. آندره گراچوف که از گورباچوف تحویل گرفت تا جماهیر شوروی رو نابود کرد و یعنی ولشگر، رفیق من اینجاست، استاد دانشگاه است، آقای آندره گراچوف. حتی گراچوف دیشب اینجا تو تلویزیون صحبت میکرد، یک نظریاتی داشت، میدونید اون نظریات بسیار مهم رو در رابطه با این جنگ جهانی که اینا رو انداختن نمیشه توی دقیقه گفت، ولی مکرون کارش رو میکنه و میدونم خیلی هم دشمن داره، مخالف داره، چه داره چه داره، ولی تا حالا چه برای فرانسه مثلا همین کرونا و خیلی چیزهای دیگه و چین روی جنگ واقعا فعاله، داره تلاش میکنه و چون خودش یکی از مغز متفکرهای جهانه، مکرون یه رئیس جمهور فرانسه نیست، یکی از تینگ تانگ های جهانه، یکی از افرادی است که سر میز
رهبر همین جهانخوارنی که ما نمیشه گلوبالیستا از خودش از این است، برای همین قدرتش هم قویه، بتونه هر کاری رو انجام میده و الان هم تلاشش همین هست که مثلا امروز خبرنگاری آقای شرفشاهی در مسکو اومد گرفت گفت نه به جنگ علیه پوتین، تو خود مسکو پوتین گرفتش زندان بعد جریمه، فوری مکرون اعلام کرد ما به خانم پناهندگی میدیم، بره تو سفارت ما در مسکو ما بهش پناهندگی میدیم. این کارهای قشنگی انجام داده اون میده. بله شما فکر میکنین آقای مکرون دوباره انتخاب میشه؟ نه 100% ایشون رئیس جمهور بعدی ساره و دو به دور دوم کشیده میشه. در دور دوم که دو تا رقیب خواهند بود، اون بقیه دو سه تا از این 12 تا به مکرون میگن برین رأی بدید و چون شما با این تشکیلات از راستا میره دور دوم، بعد بعدا میگن به مکرون، یعنی مکرون با بالای 55% رئیس جمهور دوباره فرانسه میشه. شما با این تشکیلات ارتباط داریم بهش بگیم آقای مکرون اینقدر تلفن بر نده با این رئیسی صحبت کن، با همه جای دنیا درسته ولی با این قاتله دیگه چیکار داری؟ آقای شرفشاهی فدای شما بشم، فداتون بشم، عرض کردم برمونتون، دنیا به این کوچیکی که ما فکر میکنیم فرانسه ایران اینا نیست. من عرض کردم مکرون رهبر رئیس جمهور فرانسه نیست، من چیزایی که پشت پرده است ایشون در بازی جهان نقش داره، جهان رو بایستید و بازی های جهانی رو که چجوری پیش میره، دقیقا مثل همین جریان جمهوری اسلامی که یک مشت جنایتکار بر سرزمین ما حاکمن ولی ما میبینیم تا میخوان بیفتن تا کار میشه همین جهانخواران بخشه دیگه شون میرن با اینا چه میکنن. امروز آقای شرفشینی پس اینجا بگم براتون که خیلی مهمه، امروز جورج سوروس که رهبر این ور جهانه، بخشی از بیش از 100 کشور زیر هدایت تیم جورج سوروس در جهان هستند، اعلام کرد که پوتین رو بایست اروپایی ها تردیب شده بدن. غیر از پوتین چین رو هم گفت، خیلی مهمه، تمام خونش زنش چینیه، خونش چیزها این همه بیلگیتی نامه تشکیلشون تو چینه. جورج سوروس سیاوش اوستا میگه بعدا خواهید فهمید، امروز اعلام کرد که رهبر چین آقای شی و پوتین رو اروپا باید نابودشون کنه چون اینا خطرناکن، جهان رو دارن به جنگ جهانی سوم میبرن. بله بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، پیشاپیش سال نو رو به شما تبریک میگم و در حال تلویزیون جهانی پارس با شما تماس بگیره که یک در حال تبریکی هم در این تلویزیون به مناسبت سال نو شما داشته باشید. سپاسگزارم از شما، شما شاد باش میگم به شما، به برادر مهندس شجره و همه تیم تلویزیون، براتون سال بسیار خوب و خوشی را آرزو دارم. آقای شرفشاهی، آقای شرفشاهی من از دور شما رو میبوسم، مرد رسانه و روزنامه‌نگار قدیمی که چندین سال دارید یه روزنامه در میارید، من واقعا از مهر شما به ایران، به فرهنگمون، به مطبوعات، به عنوان پیر مطبوعات سپاسگزار هستم. شما رو مخصوص ما رو میتونین همین الان توی سایتمون تماشا کنین، بسیار قشنگ و زیباست، به مناسبت نوروز هر سال ما یک ویژه نامه جالبی میدیم. شب و روزتون بخیر. ما مشتری تو شما هستیم، هر همه شماراتونو میخونیم آقای شرفشاهی. بسیار ممنون. مرسی آقای شهرتی، ممنون، سپاسگزار و شاد باش. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای دکتر قرقزلو، آقای سیاوش اوستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.